به تجربه من میخوای اعتماد کنین با پنج هزار مشاوره من بهتون میگم که شما همه حرف اولا بهش بر میگرم مایست قوی برای مهاجرت ندارید شما یه ذره باید این برعکس به ماجرا نگاه کنید به جای اینکه از سمت لاجیک منطق ماجرا بیاین تو منطقش رو من من این نوعی براتون جفت کنم من به شما بگم شانس مهاجرت داری یا نداری منطقش من بگم به شما خب؟ شما بود احساسی چیتون رو تقویت کنین بود احساسی چیه؟ ببین بود احساسی ناس من میتوانم تا سال آینده در استرالیا باشم این جمله رو شما نگاه کن میتوانم سال آینده تازه یه جمله بعدی تقویتش کنم اینه من سال آینده این موقع استرالیا هستم این دیگه جمله خیلی بهترش اون یه دونه قبلی میتوانم ضعیفتر جملهش من میتوانم ولی اگه میخوای جمله قوی رو به خودت بدی من سال آینده در استرالیا شغلی که دوست دارم می میگیرم خب من سال آینده در استرالیا تو خونه ای که دوست دارم دارم زندگی میکنم ماشین که دوست دارم رو سوار شدم ولی که همش میتونه اتفاق بیفته ولی شما از اینا نیاز داری یه ذره که یکم موتیویشن بیاد بالا بعد این موتیویشنی که بیاد بالا منطقش هم بسپاری به من نوعی که میدونم اون تو چه خبره من میدونم که کیس شما میتونه ویزا بشه خیلی سریع و با قطعیت خیلی بالا منطقش با از من بپرسی آقا میشه من میگم آره خب خب دیگه الان اینا رو جوین کردی و حالا دیگه فقط یه اشتیاق سوزان به قول ناپلون هیل یک اشتیاق سوزان میخواد که پشت این دریم یا رویایی که درست کردی که منطقش هم اومدی با یه کارشناس چک کردی یک اشتیاق سوزان بذاری که اینو هل بده میبره جلو یا به قول ناپلانی ویل پاور میخواد یه ذره قدرت اراده میخواد یه ذره شما اینا گیراته بعد چون اینا رو نمیدونی نمیدونی که گیرات ایناست اندیسایسیو میشی یعنی نمیتونی تصمیم بگیری خب فکر میکنی که باید بری الان کل دنیا رو تحلیل کنی که کدوم برات شانس بیشتری داره برد. در حالی که اصلا تو اونجا نیستی جای دیگه, دیگه است مشکل جای دیگه است مشکل مشکل در جای دیگه است مشکل جای دیگه است شما اشتباه نه دنبال مشکل وگر نه اونی که آتش اشتیاق سوزانی داره و تصمیمشم گرفته اصلا گیرم که مونده بین دوتا کشور مثل من این نوعی که همینجوری بودم آتش اشتیاق سوزانی داشتم و تصمیم داشتم که مواجهت کنم فقط آگاهی اموزمو نداشتم خب من چیکار کردم؟ رفتم دوتا شو اقدام کردم استرالیا کانادا جفتشو زدم یعنی حرف من اینه شما اگر که اراده رو داری دریمش رو داری آتش اشتیاقم داری آتش اشتیاق یا اشتیاق سوزان بگیم اسمش. برنین دیزایر من دارم فارسی میگم برنین دیزایر رو داری حالا اوکی برو استرالیا رو اقدام کن کانادا رو اقدام کن اگه واقعا فکر میکنی که میخوای اقدام کنی برو اقدام کن مشکلی نداری که اگه وایسی کاری نکنی یه سوال میپرسم کاری نکنم ببین من یه سوال ازت میپرسم دیان خان. آه. شما به من فقط واقعیتش بگو انصافا از کی فکر مهاجرت داری میکنی اولین فکر مواجهت از کی بده چند ساله خب ولی اینکه جدی دنبالش بیافتن و برن منصای مهاجرتی چند ساله بخشنن. نه نه وایسا عزیز ببخش من قطعت میکنم همش چند فکر ساله فکر مهاجرت خدا ساله خدا بیام روزه دیدی من خوب گفتم همه رو ببین معلومه هستن معلومه که شما نمیتونی تصمیم بگیری معلومه که هفتش سال فکر مهاجرت میکنی قشنگ میشه حد باور کن سال دیگه هم همینه فکر نکن ببین شما موضوع داره میره سایکالوجی خب ببین اصلا بحث جدی بودن نیست خودم اصلا بحث, بحث... بحث جدی بودن نیست بحث اندیسایسی بودن ببین شما الان فکر میکنین که داری تصمیم بر مهاجرت من که جوابشو میدونم چی میخوای بگی تصمیم بر مهاجرت میخوای بگیری یا تصمیم بر ویزا موجودت. دیدی جوابش تو دادی تصمیم بر ویزا باید بگیری نه مهاجرت ببین فرقش با هم چیه حاجبا. تو تصمیم مهاجرت ما به فکر ش... شغل آینده مونیم به فکر از دست دادن شغل ایرانمونیم به فکر آینده بچه همون تو استرالیا یا کشور مقصدی به فکر دلتنگی ها و نگرانی های خانواده ها هستیم به فکر این هستیم که چجوری خونه زندگی مون رو دست بدیم ب... به فکر این که تو استرالیا چجوری میتونیم خونه زندگی بسازیم اینا تصمیم گیری برای مهاجرت خب ما که اصلا تصمیم گیری برای مهاجرت نداد بکنیم ما تصمیم گیری برای ویزا میکنیم تو تصمیم به ویزا, ویزا چیه می حالا میایم اونجا اگه چیز بود وای میسیم اگه نبود مثلا تغییر میدیم خب تش. توی ما توی آفرین ببین یه نکته اینجا تو اول باید تصمیم به ویزا تو بگیری خب تو تصمیم به ویزا چه چیزهایی وجود داره یک شانس دارم یا نه دو هزینه ها چقدره من میتونم از این بدم یا نه سه چقدر طول میکشه چهار چهار که از همه مهمتره این ویزایی که من دارم میگیرم ارزش داره اگر اگر تصمیم بگیرم که مهاجرتم نکنم ارزشیشو داره برم بگیرمش چون که خانواده شما مثلا فکر کن دوازده هزار دلار میخواین هزینه کنیم به ویزا برسید خب بله دوازده هزار دلار بله. استرالیا سوال یه ویزای پنج ساله بهتون میدن حق رفت و آمد زندگی استفاده از منابع استرالیا استفاده از مدرسه های استرالیا استفاده از بالاخره برهند استرالیا رفت و آمد به استرالیا همه این سیستم پزشکی استرالیا اصلا سوال ساده اینه واقعا به اینجوری بهش فکر نکرده بودم اصلا بذاریم الان بودم این ویزایی که تو میگیری با 12000 دلار خب فارغ از بحث اصلا نمیخوای مهاجرتش کنی و هم داری نمیذاری که شروع کنی مثلا من کانادا اصلا کاملا فهمیدم ارزش داره یا نه بله تو دارست. تو الان تو ایران بخوای بری یه دور اروپا رو بزنی چه باید هزینه کنی نه هر کاری بخوای بکنی و یه عالمه فقط پول چیز بده عزیز تو پنج سال ویزای بهترین کشور دنیا رو میگیری با حق کار حق بیزینس تحصیل رایگان فرزندان رایگان پزشکی پنج سال این دوازده تا نمیارزه صد و نمی بیست تا تازه خیلی بیشتر به نظر اینجوری که بهش نگاه میکنم خیلی سال میشه خب همینه ما تصمیم به مهاجرت نمیگیریم اصلا ما تصمیم به ویزا میگیریم حالا اینجا یه پاز بدیم کاری که من توی ویزا پیک چند ساله کرد میگم من ما یه تیم هشتاد نفریم کردم اینه که ما اومدیم من به تو میگم تصمیم و ویزا بزن بیا تو پروسه وقتی میای تو پروسه اتفاقا شدیدا مخالفم خودم شخصا که تو وایسی ویزا بیاد و بعد یه کاری برای مواجهتت بکنی من مخالفشم در نقطه تصمیم گیری باش موافقم اینجوری فکر کنیم که بتونیم یه گام بریم جلو ده ده. ولی تصمیم گرفتی مواجه میشی با یک سیستم یه اپلیکیشن نصب میکنی مواجه میشی با یک سیستم از فرهنگ استرالیا مثلا 100 جلسه فرهنگ استرالیا در موقعیت های متفاوت تا اینکه در استرالیا من میخوام چی کار کنم مثلا از کجا شروع کنم دوره پس فایندر کار پیدا کنم دوره جاب فایند همه این چیزهایی که تو نیاز داری توی استرالیا به دست بیاری بدونی از قبل همه رو توی اون سیستم اپلیکیشنی که بهت میدیم استفاده میکنی همه رو برات گذاشتیم اونجا دوره آموزشی مختلفه که تو اصلا گارانتی گارانتی میشی میای استرالیا تنها شرکت مواجهتی که داره این کار میکنیم گارانتی میای استرالیا بعد اومدی استرالیا اومدنت ویزات که اومده تا میخوای بیای استرالیا یعنی کل پروسه اومدنت رو بهت کمک میشه رسیدی استرالیا تو شهر استرالیا ما جلسه میذاریم تون تون کانکتد میکنیم هر شهری باشی ما ما همه شهر رو میریم احتمالاً داریم تو استوریای ما دیگه تو استرالیا داریم چیکار جلسه میذاریم کانکتد میکنیم یعنی خلاصه و مفید بده بگم تنها چیزی که مانع این اتفاق خوب میشه که تو بیای استرالیا کار کنی درآمد کنی ماشین تو بخری خونه تو بخری زندگی خوبی داشته باشی یعنی خود شخص خودت مانع همه این اتفاقا شدی فقط کافیه تو بیای کنار و بذاری این رودخونه آبش به جریان بیفته تو وایسادی نمیذاری فکر میکنی داری کمک میکنی ها خودت تصورت اینه ولی اصلا نمیکنی بسیار داری مانع میشی بسیار فقط کافیه تو بری کنار فقط همین و وایس این رودخونه موفقیت جریان پیدا کن.